دختری که اون رو بی بی مریم نامیدن یکی از پای مردان است. اون در سال 1253 خورشیدی در یک خونواده اصیل بختیاری متولد شد. در کنار 6 برادر و 12 خواهر ناتنی در خونه ایلخانی زندگی کرد. 40 روز پس از تولد بی بی مریم، پدرش اون رو به نامزدی علی قلی خان پسر محمد علی خان در آورد. حدود 9 سالگی مریم، پدرش به دستور ناصرالدین شاه و با اشاره حاکم مستبد اصفهان کشته شد. بی بی مریم در سن 15 سالگی به خونه شوهری رفت که به نوشته خودش 40 ساله بود و چندین زن و فرزند داشت. اون به مدت 4 سال و 6 ماه همسر علی قلی خان چارلنگ بود تا اینکه همسرش درگذشت. بی بی مریم از علی قلی خان چارلنگ دارای 3 پسر شد که یکی از اونها در دوره کودکی درگذشت. اما 2 پسر دیگه اون به نامهای علی مردان خان و محمد علی خان بعدها در زمان سلطنت رضا شاه به قیام علیه دولت مرکزی برخاستند و نام خود رو در فهرست حماسه سازان تاریخ ثبت کردند. تأثیرات و آموزش هایی که بی بی مریم از پدرش حسین قلی خان ایلخانی بختیاری و برادرش علی قلی خان سردار اسعد بختیاری پذیرفت، راه اون رو به سوی آینده باز کردن موجب شد که با کوشش خستگی ناپذیر و پایداری کم نظیرش به عنوان یکی از مبارزترین سرداران آزادی های ایران شناخته بشه. بی بی مریم هرچند در یک جامعه مرد سالار اون زمان به دنیا اومد و در سنین نوجوانی بدون اینکه نقشی در ازدواجش داشته باشه مجبور به ازدواج شد، اما تونست عمق مشکلات و مسائل زن ایرانی رو درک کنه. برای همین سکوت تاریخی زنان رو میشکند و لب به اعتراض میگشاید. بی بی مریم خواستار از میان رفتن سنت‌های رایج مردانه زمان خود، همچون سنت نافبری، ازدواج اجباری، نداشتن حق طلاق و برخوردار نبودن زنها از حق آموزش شد. اون که دوران کودکی و نوجوانی و جوانی خود رو در دشوارترین شرایط زندگی ایلی سپری کرده بود، به خوبی تونسته بود مهارت‌های رزمی همچون تیراندازی، سوارکاری رو بیاموزد و در مبارزات آزادی خواهانه خود به کار بگیره. بی بی مریم طی جنگ جهانی اول به همراه عده‌ای از خانها جانب آلمانی‌ها رو گرفت. برخلاف عده‌ای از خانهای بختیاری چون سردار محتشم، سردار ظفر و سردار جنگ که از متفقین به انگلیسی‌ها حمایت کردند، این شیرزن بختیاری در حمایت از متحدین و آلمان‌ها به شعار و حرف اتکا نکرد، بلکه اسلحه به دست گرفت و با انگلیسی‌ها و روس‌ها جنگید. اون همچون خیلی از مردان ملی و وطن دوست دریافته بود که با بهره‌گیری از کمک متحدین به ویژه آلمان میتونن به منافع روسیه و انگلیس ضربه بزنن و مقدمات اخراج اونها رو از ایران فراهم کرد. نمیتوان بی بی مریم و دیگر میهن دوستان ایران طی جنگ جهانی اول رو وابسته به آلمان دونست، بلکه در اون روزگار عملی ترین راه جنگیدن با دشمنان دیرینه ایران یعنی روس و انگلیس بر رهایی از چنگال اونها همکاری با دشمن قدرتمند اونها یعنی آلمان بوده است. همچنین سردار مریم مبارزات هم میهنان آزادی خواه خود رو در راه دستیابی به مشروطه می ستاید و درباره مبارزان مشروطه خواه آذربایجانی می نویسه: آذربایجانی های غیور و رشید که همه وقت برای وطن پرستی و کارهای برجسته پیش قدم بودن، علم آزادی رو به سرداری ستارخان و باقرخان معروف بلند نمودند. بی بی مریم هنگامی که برادرش سردار اسعد همه جوانان برومند بختیاری رو در راه رفتن به تهران هستند، با سخنانی دلگرم کننده خطاب به اونها میگه: حالا که تصمیم دارید در این کار متعهد و مردانه باشید، اگر تمام مردهای رشید بختیاری شهید شدن، تمام زنهای بختیاری را جمع کرده، کفن به گردن، تفنگ به دست، برای شکست دادن دشمن رو به طرف اردوی استبداد حرکت میکنید. امیدوارم که ریشه استبداد پوسیده رو به عقل سرشار و فکر عمیق خودتان و به زور شمشیر آتش جوانهای رشید ایرانی از بیخ و بن بکنند. اما سردار مریم که در اون شرایط تاریخی نسبت به وضعیت حساس کشور خود احساس مسئولیت میکرد، دست روی دست گذاشتن و انتظار کشیدن رو جایز نمیدونست. پس به گواهی تاریخ بختیاری، پیش از ورود سردار اسعد به تهران، مخفیانه به همراه گروهی تفنگدار بختیاری به تهران میرود و در پشت بام خانه مشرف میدان بهارستان سنگر بندی می کند و در هنگام نبرد بختیاری ها با عوامل استبداد به یاری اونها می شتابد.
علاوه به این سردار مریم که در سال 1288 خورشیدی در نبرد آزادسازی اصفهان به همراه خواهرش بیبی لیلی فرماندهی یک ستون سواره نظام بختیاری رو به عهده داشت. در گیر و دار جنگ جهانی اول مرداد ماه 1293 تا آبان ماه 1297 خورشیدی که ایران از هر سو مورد تجاوز نیروهای انگلیسی و روس قرار داشت با نیروهاش به نبرد با استعمارگران پرداخت. در سال 1295 خورشیدی که ویلهلم واسموس افسر آلمانی با سربازهاش در کنار عشایر جنوب ایران علیه انگلیسی ها مبارزه میکرد، بی بی مریم بهترین نیروهای خود رو برای همراهی با اون و دلیران تنگستان و مبارزه با اشغالگران انگلیسی به تنگستان روانه کرد. در سال 1297 خورشیدی و زمانی که نیروهای اشغالگر روسیه و انگلیس در نزدیکی اصفهان به تعقیب یک گروه لژیون ارتش آلمان و تعدادی از نمایندگان سیاسی آلمان پرداختند، سردار مریم که میخواست با پشتیبانی متحدین و به ویژه آلمانی ها به مبارزه با استعمارگران روسیه و انگلیسی بپردازد، با نیروهای زیر فرماندهی خود در منطقه تیران و کرون در برابر نیروهای مشترک انگلیس و روس ایستادند و پس از جنگی سخت اونها رو به عقب نشینی وادار کردن و لژیون آلمانی رو نجات داده و با خود به پایگاهشون در سورسجان در منطقه بختیاری برده و پناه دادن و پس از مدتی از راه خاک عثمانی اونها رو از ایران خارج کردن. خبر نجات لژیون آلمانی به کمک سردار مریم بختیاری امپراتور آلمان ویلهلم دوم رو بر آن داشت که به پاس این شجاعت بالاترین نشان امپراتوری آلمان یعنی صلیب آهنین رو همراه با یک حکم و تصویر میناکاری و الماس نشان برای سردار مریم ارسال کند. خانه سردار مریم همیشه پناهگاه آزادی خواهان بود. در دوران جنگ جهانی اول هم که ایران به مخالفت با اشغالگران روس و انگلیس پرداختند و از سیاست‌های آلمان و عثمانی حمایت می‌کردند، با تضعیف دولت عثمانی و تسلط انگلیس‌ها به بغداد، گروهی از فعالان سیاسی و فرهنگی همچون علی اکبر دهخدا، ملک و شعرای بهار، وحید دستگردی و غیره به خونه سردار مریم پناه بردند. سرانجام به دستور رضاخان در سال 1316 خورشیدی در اصفهان آخرین برگ از زندگی سردار مریم رقم خورد. پیکرش در آرامگاه تخت فولاد اصفهان در تکیه میرفندرسکی به خاک سپرده شد و خونه اون رو در اصفهان در چهارراه قصر ابتدای خیابان شیخ بهایی واقع بود بنا به وصیت خودش به اداره فرهنگ هدیه دادند که در محل اون مدرسه رودابه احداث شد.